برنامه پس از خبر از آریانا نیوز خوش آمدید. امشب روی پخش فهرست 12 نفری متهمان جرایم سازمان یافته در کابل گفت و شنود خواهیم داشت با دو مهمان که امشب در برنامه پس از خبر حضور دارند، سمی درعی فعال جامعه مدنی و محمد رفیق کاکر فعال سیاسی که هنوز حضور نیافتند. خیلی خوش آمدید جناب درعی. بس میشه بگوید که وزارت داخله در این اواخر فهرست هایی را نشر میکنه و میگه که اینا متهم هستن، اما تعداد از اینا هنوزم فراری هستن، این کار یعنی چه؟ خب سلام خدمت شما و بیننده عزیز شما. خب بدون شک هر نهاد هر اداری تلاش میکنه تا بالاخره از خود یک شایستگی و یک فعالیت خوب نشان بده. وزارت داخله افغانستان هم تلاش میکنه در پیوست به اعلامیه هایی که آقای امرالله صالح به هر حال رسم کرد در نهاد امنیتی مثل وزارت داخله، حالا این تلاش صورت میگیره تا امو روند ادامه پیدا بکنه و امو چهره هایی که دیروز از سوی آقای امرالله صالح در لستای متعدد پخش شده بود امونا را پس دوباره یک بار دیگه بازنشر بکنن و این بار یکی مشخصتر با تمام امو دار و نداری را که اتهام و مظنونیت بالا از اونا وضع شده. من فکر میکنم که خب وزارت داخله با این کارش تلاش میکنه به مردم افغانستان پیام بده که گویا اینا خواب نیستن، اینا در صدد دستگیری افراد مظنون و متهم هستن. تلاش میکنه تا با مردم نشان بده که روند را که دیروز ادامه پیدا کرده این اعلامیه ها دقیقاً چقدر کارساز بوده برای که بتونه تامین امنیت بکنه. هنوز هم در شهر کابل جرایم سازمان یافته جریان داره و ادامه داره، حتی از پس از شام کس نمیتونه با جرأت در سرکا گشت و گذار بکنه. خب زمانی که آقای صالح به این رسم البته دست یازید، من فکر میکنم که در اون زمان یک تاثیر بسیار مثبت تانست داشته باشه. شهر کابل حتی در یک شبانه روز در 24 ساعت پس از حکومت آقای صالح در وزارت داخله ما دیدیم که حتی یک روز به کلی صفر شده بود تمام جرایم. من فکر میکنم که این در امو زمان شاید امو هیبت و صلابت را که آقای صالح ایجاد کرده بود در وزارت داخله میتونست خیلی مؤثر باشه و یک مقدار کارایی را هم انجام داد که خب به هر حال تانست یک دستاورد خوب برای امنیت افغانستان باشه. ولی من فکر میکنم بعد از اینکه آقای صالح رفت امو هیبت و صلابت هم امرایش پس دوباره یک جا رفت. حالا چیزی که به وجود آمده و یا چیزی که وجود داره فعلا تنها امو روندی است که از سوی آقای صالح بنا نهاده شد و ادامه امو کارهایی است که صورت میگیره، اما این ادامه متاسفانه امو صلابت لازم را که آقای صالح با خودش آورده بود نیاورده. وزیر داخلی امروز افغانستان متاسفانه یک آدم خیلی ناشناسی است که شاید یک تحصیل کردی خارج که زیاد به مسائل یعنی امو هیبت و صلابت نظامی را به هر حال تا حال نتونسته به نمایش بگذاره. آمدنش در وزارت داخله او سر و صدایی را که با آمدن آقای صالح مثلا ایجاد شد. پیش از این به عنوان رئیس ریاست عمومی امنیت ملی هم ایفای وظیفه کرده. بله معین ریاست عمومی امنیت ملی بود، ولی به هر حال آمدن وزارت داخله به هیچ وجه هیچ سرصدایی را نتانست ایجاد بکنه، هیچ امو شاید امو شرمشور را که با آمدن آقای صالح در مقایسه با او حتی شاید 2% در رسانه اجتماعی و در شهر کابل امو همه را نتانست ایجاد بکنه. تشکر. ما تماس های زیاد با وزارت امور داخله داشتیم تا یکی از سخنگویایشان در بحث ما حضور پیدا بکنند و به نگرانی های مردم و اقدامایی را که در این اواخر وزارت داخله روی دست گرفته بر مردم جزئیات رای بکنن، اما اونا به دعوت ما نه گفتن. ظاهرا محمد رفیق کاکر فعال سیاسی هم در بحث حضور پیدا کرد. جناب کاکر خیلی خوش آمدین، شما کم دیرتر رسیدین. میشه بگوین که این اقدامایی را که وزارت داخله در اواخر میکنه به ویژه پخش فهرست 12 نفری متهمان، چقدر میتونه وزارت داخله واقعا عمل بکنه برای بازداشت اینا و مردم همکار باشه باشن؟ سلام نکیری. سلام. تاسو خدمه ملما بدون که بدون کتم گوری په هیواد کی په مرکز کی بالاخره از مک لورپور چارواکی که وزیر دی موین صاحب دی موین صاحبان دی هر لورپور چارواکی چی دی متاسفانه دی دندې پیل کی ډېرې غوړې وادې ورکوي تر هغه چې دوی
د پارلمان نه د اعتماد رای واخلي او تر څنګه خلکو ته سوخي صرف فقط هغه د نمایشي او د عمل پرګار کې داسې سمګ نه ګورو خو دلته فقط لکه څنګه چې سورز وخت موږ دل چې د صالح صاحب چې کله وزارت داخله تلړ تاسو ګورئ چې د فهرستونو نشوال داسې افراد اشخاص نمونه افشا کول میډیا ته دا افغانستان ولس په نیک فعال نشي هر هغه مبارزه چې د ولس د هوساینې لپاره وي د ولس د خیر لپاره وي چې دوی ته سهولت ایجاد کړي داسې څه موږ نه ګورو په کار ده چې دلته په مرکز کې تاسو ګورئ چې موږ ډېر ناخوال لرو وخت چې په مرکز کې داسې افراد اشخاص قانون ماتوي قانون ته احترام نه لري نو بیا موږ څنګه د حکومت نه په لرې پرتو سیمو کې مثلا بدخشان هلمند کندهار کندز کې دوی د خدمت توقع وکړو چې ولس ته به دوی یو راهکار را که وزارت داخله در پیش گرفته فکر میکنین کارساز باشه تا تامین امنیت شوه در شهر کابل دغه نظر اتلم دیتا لکه څنګه چې دوی په خپل کنفرانسو کې یا په خپل د معرفي پورز باندې چې ډېر ښه خبرې کوي ا کاش چې دوی په عمل کې مې وسنه سه ولست ثابت کړي او وخی نو از دید شما عمل وزارت داخله چگونه بوده دغه تاسو ګورئ چې اوس هم د نوې اندروي سب چې بریفي شوه د وزارت داخله ته کدای شي تر ډیره بریده پوری دوی دا خبرې اله بخون کې دی خو ولست نامیده شوه ده نه هلی شوه ده ځکه دغه چې تاسو ګورئ چې هر څوک چې په وزارت خانو کې نکغه دفاع امنیت ملی داخله کې شډر عزیز تاسو ګورئ ډېر ښه وادي کوي ډېر ښه خبرې کوي خو ټول نمایشې دي اي کاش چې دوی لږ حد اقل د امر په ډګر کې هم ورسته وسوخي موږ تاسو څو وخت مخکې ولدل چې د قیصری صاحب په نوم باندې څوک دستګیر شول ګوري دا د کسانو چې امنیت ملی او داخله او دفاع په دوه دوسیه درلودي متاسفانه چې مثلا علي پور صاحب او همداسې د افغانستان په ګډ ګډ کې داسې افراد اشخاص ته چې دوی ملي منافع غواشي دوی ولست روز غواش په خي نو د دې تر څنګ چې ولست د خدمت جوګه شي برعکس دوی تل دوی غواښونه رمسته کړی خو بیا دلته تاسو ګورئ چې څوخ مخ کې یو څه خبر شو تاسو تلویزیون لارې نه چې یو سلو د یو سلو شپږ تنه زیات د سیمه د دولت لوړ پور چارواکو لخوا نقص شوی دی تاسو ګورئ هغه څوک چې قانون توشیه کوي هغه څوک چې په پارلمان کې دی زموږ وکیل صاحبان چې دوی هلته بیا د قانون تصویبوي د دغه افراد اشخاص له طرفه قانون نقض شوی دی قانون د پول نقض شوی دی چالش امنیتی شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان را ربط میتن به افراد سیاسی و جریان هایی که در حکومت داخل هستند دقیقا تاسو ګورئ تر هغه چې زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه غیر سیاسي نه شي موږ دوی نه د خدمت توقع نه شو کوی دوی هم فقط افراد اشخاص ته وفادار دي افراد اشخاص ته دوی د ګوتو په شمار دوی کار کوي هغه چا چې د معرفي کړی دی هغه چا چې د سپورټ کړی دی هغه په ډېرو لوړ پوستو باندې دي متاسفانه چې د خدماتو داسې یو سرک هم نه لیدل کېږي د خدماتو په چوکاټ کې متاسفانه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کې ویل چې تر هغه چې زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه دا غیر سیاسي نشي او دوی مستقل نشي نو موږ د خدمت توقع نه شو کوی او بل په کار دا ده چې حکومت هم تاسو وخت مخکې ویل چې زموږ قانون پو زموږ په پلمه درجه کې زموږ د لومړی معاون قانون پو چې دا قانون ډېر ښه پوهی دی او دوی ماشاءالله لور ذکر لري او تاسو ویل څو مخکې چې د سفرات اشخاص دستګیر شول مګر د یاک په منخانه کې دوی وسطل شول او بل اخره د تعهد په اساس دوی خلاص شول بناان که دوی چیرته دوی کچیرته مجرم دي دوی حداقل بد عدلی او قضایي ارګان ته دوی معرفي شي او دوی به د خپل سزا ویني تر څو ولس په دې پوه شي چې دلته قانون یک سن پلی کیږي متاسفانه چې په افغانستان کې قانون ما او تا ته جوړ دی قانون دغه د سفروش ته جوړ دی قانون اکرچوان ته جوړ دی فقط په مغه تطبیق کیږي تاسو موږ ګورو چې قانون فقط د عام وګړو لپاره قانون جوړ دی فقط د زورواکو لپاره دی چرا قانون واقعا بالای افراد پرنفوذ و زورمندا تطبیق نمیشه و آنچه که جناب کاکر برش اشاره میکنه بیشتر بر افراد غریب است
دو مسئله در مورد اجتماعیش میتونه مورد مطالعه باشه. یکی که روحی قانون پذیری در میان مردم افغانستان متاسفانه خیلی ضعیف شده که بدون شک این ناشی میشه از امو روح سرکش مردم افغانستان که در طول 40 سال گذشته در آوانه که جنگ بوده و خشونت بوده متاسفانه مردم افغانستان با او عادت کرده. بحث دومش نبود تطبیق قانون است. ما قوانین زیاد داریم و قوانین ما خوشبختانه که شاید انبارایش هم کمتر از هیچ کشور دیگری نباشه، اما متاسفانه چیزی که وجود نداره تطبیق قانون است و مو نیت تطبیق قانون است که ما از ما بالا وقتی شما او خط میبینین تا پایینه. اگر قرار است که این حکومت و این نظام واقعا دارای یک صلابت و دارای یک نشان خوبی از حکومت داری باشه، بدون شکی باید از بالا نشاط بکنه که ما متاسفانه در بالا. حال توانایی وزارت داخله را شما چیگونه میبینین؟ آیا میتونه آنچه را که کاکر صاحب برش اشاره داشتن نفوذ افراد سیاسی را و بعض اشاره هم داشتن که شمار از افراد بازدار شد و پس از میانجیگری مقامات حکومتی رها شدن؟ خب کسایی که گفتم بعد از اینکه آقای صالح آمدن و وزارت را گرفتن در 27 روز وزارتشان واقعا دستاوردهای بسیار خوبی داشتن. در جریان که آقای صالح هم در وزارت داخله سرپرست شدن، اونجا هم یک اقدام بر بازداشت یکی از افراد کردن اما نتونستن اون را بازداشت بکنن. خب به هر حال بله یک عملیات ناکام داشتن، اما به هر حال در مجموع آنچه را که در زمان آقای صالح انجام شد بسیار خوب بود و تانست چهره شهر را و واقعا امنیت عمومی را در تمام افغانستان بسیار خوب بسازه. تعدادی که واقعا قلدرای این شهر میتونست گفته شد و تلقی شد و اینا اکثرا مراجعه کردن به وزارت داخله و به حکومت افغانستان و خواستن یک مقدار تمکین بکنن به نظام به قانون کی میتونست یک نشانه خوبی شما فکر میکنین که مشکل امنیتی شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان برمیگرده بر وزیر که در وزارت داخله میه یا این که طرحی که در وزارت داخله است مشکل داره؟ بدون شک که بله صلابت وزیر و کارکرد وزیر و برنامه‌ریزی های وزیر خیلی میتونه مؤثر باشه. شما وقتی وزارت داخله برنامه نداره به نظرتون؟ برنامه هایی را که حال داره برنامه هایی است که گفتم در زمان آقای صالح ریخته شده. مثلا یکی از دستاوردهای آقای صالح یا شاید هم یکی از ابتکارات آقای صالح همی بود که آمد و بر اولین بار لیستای متهمین را همیشه افشا کرد، لیست داد و هر روز اعلامیه داد و اینا را به قانون پذیری فراخواند. من فکر میکنم این یک ابتکار بسیار خوبی به دلیلی که افکار آمر علیه از این متهمین بسیج ساخت. تا زمانی که افکار آمه بسیج نشه و واقعا مردم حمایتشان از پلیس و از نیروهای امنیتی نشان نتن، بدون شک که هیچ وقتی کار مؤثر نمیتونه انجام شد. یک کار دیگه هم در زمان 27 روزه امرالله صالح رخ دادی که اطلاعات بر بیرون درس داده نمیشه. مثلا دقیق. هیچ سخنگوی وزارت داخله در حال حاضر هم حاضر نیست بیا پاسخ بده بر مردم که مشکلات امنیتی ناشی از چی است. این فکر نمیکنین یک چالش کلان بود که ایجاد شده؟ خب به هر حال بله یه میتونه یک کوتاهی در امور اطلاعات رسانی یا آگاهی رسانی برای شهروندان افغانستان باشه، ولی به هر حال برای اینکه واقعا رازهایی را که در درون نظام و خصوصا در ادارات نظامی وجود داره اگر قرار باشه که ایره افشا نشه شاید مؤثریت خوب داشته باشه. من فکر میکنم قابل توجیه است. کاری را که آقای صالح انجام داد و امی که دستهای سخنگویان را از گفتن بسیار زیاد و از افشای بسیار موارد کوتاه ساخت، من فکر میکنم یک مقدار تاثیر بسیار مثبتی هم داشت که ما تاثیراتش را دیدیم در شهر کابل که گفتم یک روز در 24 ساعت ما به کلی جرایم شهر کابل را صفر دیدیم. من فکر میکنم صلابت وزیر و نفوذ سیاسی وزیر بسیار میتونست مهم باشه. متاسفانه آقای اندرابی یک فولبرایتر است، ممکن یک آدم تکنیکی بسیار خوب باشه، یک اسپیشالیست امور امنیتی باشه، اما به هیچ وجه اون صلابت لازم و اون نفوذ سیاسی لازم را که بالای سیاسیون بالای تمام جریان های سیاسی در افغانستان تاثیر داشته باشه او را نداره. یک آدم شاید خیلی هم شما واقعا فکر میکنین که مشکل امنیتی افغانستان برمیگرده به شخص وزیر یا ای که طرحی که در وزارت داخله داره اون طرح نتونست امنیت را تامین بکنه؟ گوری موږ طرح لرو خې طرح لرو قانون ډېر ښه قانون لرو، خو متاسفانه چې مشکل ټول د قانون په پلي کېدو کې دی چې قانون باید څنګه دوی تطبیق کړي. لکه څنګه چې مخکې ما وویل، ګوری قانون فقط هغه
عادی افراد اشخاص جوړ ته چې فقط هغه یک ټیکسی وانده یا د سپروشته یا د سکسته چې هغه حداقل د ورځې ټول ورځ د زیار باسي چې فقط څنګه وکولای شم کورته او دودري وچه ډوډۍ کورته وسم دی. خپل حکومت بارها گفته که قانون بالای همه یکسان تطبیق میشه و حتی گفتن که هیچ یک شهروند افغانستان از شهروند دیگه افغانستان برتری نداره. خود دقیقاً چې لکه څنګه چې ولسمشر په د کمپاین پروز کې دا خبرې کول دا شونه ورکول چې هیڅ افغان د بل افغان برتر نه لري او هیڅ څوک برتر نه لري، ټول فقط قانون په اساس ټول حق لري په ژوند کې چې دوی ژوند کوي، تجارت کوي، بزنس کوي، په ټولو برخو کې دوی ځان شریک بولي. متاسفانه چې دا خبرې ټول برعکس دي. خو یو شی چې زه وایم په حکومت کې چې غاټ صافي حکومت تا ته چې دوی یو خو د هر کوم داسې ماشومان راټول دي، داسې کسان راټول دي چې فقط د مشاورینو په نوم باندې چې فقط رئیس جمهور محاصره کړی دی، یو حلقه دی چې که چېرته دوی غواړي او دوی غلطې مشورې ورکوي، دوی غلط پلانونه ورکوي، دوی غلطې داسې برنامې ورکوي چې متاسفانه رئیس جمهور هم نور فقط د هر په چوکاټ کې شما میگین رئیس جمهور نمیفهمه که چی بکنه و مشاوره هر جورایی که سوق دادنش همون طرف میره؟ دقیقاً چې څو نفر دي چې فقط بغل ټول افغانستان غ رهبری سیاسي رهبری ټول دوی پلاس کې ده چې فقط دوی سرخوي. رئیس جمهور افغانستان دومین متفکر جهان است. خو د افغانستان د ولس توقع هم ترې دا وه چې دی متفکر دی، دی ماشاءالله څو دکتوری لري، دی شورا فکر میکنین فریب میخوره، ډېر داسې مسایل دي چې موږ توقع درلوده، د افغانستان ولس توقع درلوده. خو خبر داده چې موږ هغه څه چې موږ نن په کوڅو بانډو بازارو کې چې موږ ګورو متاسفانه داسې شیان لیدل کېږي. او بل ګورې مهم موضوع چی دی، په دې حکومت کې ډېر داسې اکثریت داسې مسایل دي چې فقط د روابطو په اساس باندې دلته دید لري. دا هغه دا دی چې هیڅ وخت موږ داسې څه ولیدل چې کار اهل کار ته سپارل شوی، موږ داسې ډېر افراد اشخاص لرو چې هغه ډېر مؤثر وقت کېدای شي. او بل داسې ګورې سرپرست وزارت داخله به نظر شما کسی نیست که کار کن باشه؟ دای خو اوس نوی راغلی دی، دی کېدای شي موږ به دی په عمل کې وګورو. دا په دې نه کېږي چې دی په کنفرانسو کې دی ډېر و بر خود شخص وزیر، افراد دیگه، دگروالا، جنرالایی که در وزارت داخله است و همونطور تا پایین ترین رده به نظر شما کارکن نیستن یا اونا مسلکی نیستن؟ غیر مسلکی هستند. اکثر تپکی ډېر د ګوتو په شمار چې موږ احترام ورته لرو، اکثر وزیر صاحبان تا کابینې ته، خو اکثریت پکې داسې افراد اشخاص دي چې فقط دوی فقط هغه یعنی ملي منافع قرباني کړي دي او فقط هغه شخصي منافع، فردي منافع، سیاسي احزاب چې دوی ترې سپورټ کېږي فقط هغه دوی ته اولویت لري. او بل په یعنی موږ په دې حکومت کې داسې افراد اشخاص نه ولیدل چې دوی دی وړ وي متخصص وي، یعنی کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. زه مطمئن یم که چېرته داسې ډېر جنرال صاحبان لرو چې هغه په احتیاط کې دي او هغه په کورو کې دي، د هغو نه استفاده نه کېږي، د هغو د مشروع ته احترام نه کېږي. متاسفانه چې فقط یو شی چې ډېر مهم دی، تاسو ګورئ چې حکومت ټول فامیلي شوی دی. یو کس دی چې شل کاله والی دی، له هلمند ځي ننګرهار ته، ننګرهار ځي کندوز ته، له کندوز ځي خوست ته. آیا په دغه افغانستان قحط رجال دی؟ نه لرو داسې افراد اشخاص چې دوی دا رهبري وکړي. بل یو شی چې ډېر مهم دی، هغه د مکافاتو مجازاتو پر هم داسې شتون لرو. یو څوک مطلق په خپل وزارت کې په خپل اداره کې دای ضعف لري، هغه برعکس تقدیر کېږي او هغه چې باید عدلي او قضایي نورو ته معرفي شوی وای، چې باید دوی معرفي شي. یعنې دا غټ ضعف دی چې د مکافاتو مجازاتو پر هم داسې شتون لرو. که دا موږ درلودی، تاسو ګورئ چې په هر ولایت کې فاجعې منځته راځي، زر دوه زره نفر په یو ورځ له لاسه ورکوو. آیا دا انسانان نه دي؟ دا جغرافیه نه دي؟ دا مسلمانان نه دي؟ خو ګورئ یعنې دا چې دلته یو خو چېرته وویل چې ډېر مهم ټکی چې هغه چې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، بل داسې افراد اشخاص ته هغه سپارل کېږي چې فقط چې پیسې ولري. یعنې ستاسو دا بډډ ویلی شم چې د دولت اکثریت موارد را هم دارین که کسی پول گرفته باشه و در جای تقرر دقیقا زه به تاسو ته د سل نه زیات داسې موارد پلاس درکړم چې میشه بگوین یک چند تاشه په دې کې به زه تاسو ته مستند اسناد تاسو ته پلاستر کړم، په ډاډ درته وایم، تاسو ته ډېر په سرحد درته وایم چې په حکومت کې چوکۍ تر هغه چې چوکۍ پیر او پلور دلته وجود لري، نو تاسې هیڅ توقع ونه کوئ، ځکه چې دلته ټول بزنس به منځته راځي. چې وخت چې موضوع بزنس شوه، ملي منافع، ولس د خدمت جوا کېدل، داسې ورته خبرې بیا داسې خوب خیال دی. همکاری مردم را با نهادهای امنیتی به ویژه وزارت داخله
داخله چگونه میبینین؟ چقدر اینا میتونه تأثیر گذار باشه و واقعا مردم همکار هستن تا بتونن تامین امنیت بکنن؟ یقیناً که مردم افغانستان با نیروهای امنیتیشون خیلی همکار هستن، ولی در بعض موارد شاید مردم افغانستان از سطح آگاهی لازم برخوردار نیستن و نمیتونن امو وظیفه شهروندی را که باید انجام بدن او را درست انجام بدن. مثلا در بسیاری موارد ما مردم عام افغانستان وقتی خواستیم آگاهی دهی شهروندی برشان القا بکنیم و بتیم، اکثرش خوب گفته برادر ما چی میگن سر ما را مار نکزیده که بریم خود در جنجال پرتیم. مثلا یک کس قصه میکرد، میگفت که من کس را زدن با چاقو مردیش اونجا در روی سرک افتیده بود، من جرات نمیکنم که به پلیس زنگ بزنم چون پلیس میامد از من حتما پرسان میکرد خوب کی بود، او آدم گریخته بود، شاید سر خودم مسئولیت وجود نداره برای اینکه اطلاع خب بدیم. انوز متاسفانه مردم امو آگاهی را نداره، شاید اموز جنجال را که پلیس بالای از اونا وارد میکنه، تحقیقی که از اونا صورت میگیره، اینی میره نمیخواین امی رسک بازی بکنن. پلیس باید به میکانیزمای باید متوسل بشه که مردم افغانستان واقعا از اون وضعیت واقعا بیرون شون، از اون وضعیت ترس نداشته باشن. متاسفانه چیزی که بیشتر شما برش اشاره داشتین، شما از افرادم نفوذ سیاسی دارن، فکر میکنین اگر یک اطلاع برای وزارت داخله مثلا داده شود در رابطه به یکی از قضایا، این پس بر اون شخص انعکاس نمیکنه و جان از او در خطر نمیفته؟ خب بدون شک بله میفته، اما در اون قسمت هم ما میکانیزمای لازم را نداریم از طریق ارگانهای امنیتی ما که واقعا به اونا رسیدگی شود. اگر فردا خدای نخواسته جان از او در خطر افتید، متاسفانه که وزارت داخله هنوز برای اونم تو افرادی که واقعا جانشان در خطر است، هنوز امنیتشان تامین نیست، از نظر روحی اینا امنیت خوب ندارن، از نظر فیزیکی ندارن، به اینا رسیدگی لازم هنوز صورت نگرفته. متاسفانه وقتی در پشت دروازه های اوزه های کابل میرن، اول که امو سرباز در دهن دروازه او را اجازه نمیده، بعدش هم موترش اجازه نمیده، بعدش هم اذیت میشه تا بر رسیدن به پیش آمر جنایی و پیش آمر اوزه. من فکر میکنم این میکانیزم ها باید یک مقدار تسهیل شوند، واقعا مردم باید احساس بکنن که در پلیس در خدمت مردم است، نه اینکه خدای نخواسته اینا بیاین واقعی و باداری بالای مردم بکنن. در بسیاری موارد به نظر شما چه راهی باید پیش گرفته شود تا بشه این وضعیت حل شود؟ میکانیزم ها را باید تغییر بدن، تجدید نظر بکنن به برخورد های پلیس. پلیس باید از نظر کودهای اخلاقی باید واقعا مجهز بشه. اخلاق پلیس، رفتار پلیس، اینا کلش میتونه که معیارهای بسیار خوب برای خدمتگزاری مردم افغانستان ارائه بکنه که متاسفانه وجود نداره. اکثرا مردم افغانستان از برخورد خشن پلیس در بسیاری موارد شاکی هستن و شما میشنوین اکثرا وقتی شما به رادیوها گوش بدین، هر روز شهروندی که تلفن میزنه به رادیو، یکی از شکایتاش عدم رفتار خوب پلیس، پلیس ترافیک، پلیس امنی و پلیس های دیگری که در بسیاری موارد وظیفه دارن است. من فکر میکنم اینا باید واقعا یک مقدار تجدید شون، ولی در کنار از او اما قدرت و صلابت پلیس و نیروهای اردو و پلیس افغانستان باید برشان داده شود. اینا باید واقعا خودشان را به عنوان یک نماد از اقتدار در شهر ببینن و بیاین و واقعا نسبت به قضایا یک برخورد مسئولانه داشته باشن، برخورد غیر سلیقه‌ای داشته، برخورد غیر سیاسی داشته باشن. متاسفانه در بسیاری موارد تعینات سلیقه‌ای است. مثلا آمدن آقای، اگر البته ما نمیخوایم بگویم که به کلی کار آقای اندرابی صفر است، ممکن آدم موفقی هم باشه تا حالا هنوز نوست، ولی من فکر میکنم که اگر به عوض آقای اندرابی یک وزیر با صلابت، یک وزیر دارای نفوذ سیاسی کلان میامد و میتونست واقعا جریانهای سیاسی را به خوبی مهار بکنه و بودنش، حضورش به عنوان یک قدرت و به عنوان یک نماد حتی برای طالبی که فردا ممکن بیایه بر از او هم باشه، من فکر میکنم این میتونست قانون پذیری را زیاد ترویج بکنه. در این زمان وقتی آقای شما وقتی آقای اندرابی را میرین، مطمئنن که آقای اندرابی یک تکنیکر، یک اسپشیالیست است، اما به هیچ وجه یک صلابت سیاسی و یک نفوذ سیاسی لازم را برای مهار سیاسی نداره. شما فکر میکنین راهکار را که وزارت داخله باید در پیش بگیره برای پایین آوردن سطح جرایم در شهر کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان چه است؟ فقط دی قانون پلی کول غم په یک شان، یعنی په یک سن چې فقط په ټولو توانایی وزارت داخله را چگونه میبینی؟ دقیقاً چې د حکومت برخوردون شلته کیږي، مقرر شلته کیږي، یعنی دغه حکومت چې څنګه فاملی شوی دی، دلته ولس توقع نلري چلته دی څوکی.
ګوره یو شی بل تاسو وایم چې هر ګوره موږ تاسو ډېر لرې نه که چېرې پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو داسې نور لر پرته هېوادونه په دې کې تاسو ګورئ چې ولس ولې همکار دی د دولت سره همکاري په دې ده چې دولت هم تر څنګه خپل مسؤلیت ادا کړی هغه دا دی چې فقط خدمات عرضه کوي ولس ته امنیت په برخه کې اقتصادي برخه کې ټولنیز برخه کې مختلفو موضوعاتو باندې یکی از چالش‌های عدم ارائه خدمات از سوی حکومت در افزایش جرایم میدونه دقیقا که چیرته حکومت خدمات ارزه که تاسو ګورئ چې په پایتخت کې امنیت خو ترلاسه کوي چې حداقل هغه ابتدایي خدمات چې هغه برېښنا ده برق دی پایتخت نه لري نو موږ څنګه د دولت سره بل موږ چې یو شی چې دی څه تفاهم لري چې موږ په خپلو امنیتي ځواکونو ویاړو هغه هر ورځ دوی قرباني ورکوي د ګوټ ګوټ نه دفاع کوي پرېږدئ چې دې کې شک نشته خو اصل اساسي موضوع ده چې فقط زموږ په رهبري کې زموږ په ډېرو لوړو په پوسټو کې ستونزې دي که هغه په د وزیرانو په کچه دي که هغه په پارلمان کې دی یعنې په ټیټه سطح کې هېڅ ستونزه نشته فقط ټوله که ستونزه ده که مشکلات دي ټول فقط په لوړپوړو چارواکو کې دي او دلته که چېرته لکه څنګه چې مخکې ما وویل فقط د قانون تطبیق هغه هم پاکستان ارادې حکومت برای تطبیق یکسان قانون است په فعلي حکومت کې خو موږ د څه اراده نه ګورو نه د صلح په اړه باندې څه رښتینولي دوی په وجود کې موږ ګورو او نه فقط د قانون په پلي کولو کې او نه داسې تاسو موږ څوک مخکې ولید لکه څنګه چې ما مثال درکړه چې یو زورواکی او چرواکی ګوره دا کسان چې دي امنیت ملي داخله دفاع راولي په دوی دوسیې لري په دوی شواهد لري په دوی مستند جوړ شوي دي مګر بیا متاسفانه دوی د تعهدنامه په دغه کېږي او دا کسان چې قانون پوه دي زموږ رسب جمهوران دي اول مابین دوه مابین چې دوی داسې برخورد کوي نو بیا د ټیټو مامورینو نه بیا هېڅ موږ د خدمت توقع نشو کوی خیلی زیاد تشکر هزار دو شما بزرگوارا که دعوت ما را پذیرفتید سپاسگزار از همراهی شما همچنان